درود بر شما عزیزان، خیلی خوش اومدید به چنل پریفام. بنده سینا هستم، برگشتم خدمتتون با چند تا ویدیو پیشنهادی این روز. امیدوارم تا آخر این ویدیو با بنده همراه باشید و لینک اصلی تمامی ویدیو مثل همیشه توی توضیحات ویدیو هستش. بازم یک جوان اهل افغانستان، یک عزیز دونسته یک اختراع جدیدی رو حالا به این شکل ثبت کنه. حالا قطعا در مرحله به قول معروف ماکت و اون موارد اولیه کانسپچوال و مفهومیش هست، ولی خب خبر جالبی است. معرفی اولین جت جنگی در افغانستان که ساخت وطن باشه، یعنی بتونه طراحیش، حالا قطعاتش رو بعضن بعد از خارج از کشور تهیه بشه، ولی اینکه چه جوری تونسته این عزیز حالا مهندسی خونده و تو چه رشته‌ای بوده، این میتونه جالب باشه و چه جوری این ایده به ذهنش رسید. بریم و با هم به تماشا بریم. این ساخت طیارهای جدید است. ما این در یک شکل جور کردیم، خود از این اصل جت جنگی است، بمب افکند است، راکت داره، دارای راکت هستن. این شکل نظامی جور کردم، داره دو راکت هست و دو ماشین دار در پیشی خودش داره. یک جت دیگر اگر در فضای ما داخل میشه، این جت بیگانه، این سر از او قرار میگیرد، او را میگه تاشو. موشک هایی هستن که رهبریش به خود دست خود انسان میباشد. پاکستان و خاره خراب یک راکت زد مارانه پنشش تایش سر شنداخت کنید. انشالله که کزگیر یفتی پا بگیدی. یا شکل بمایی هستن که برای جیت ها جور میشون، جی پیش دارن 35 کیلومتر 40 کیلومتر انداخت هستی هست. باش که میگه دست نگی خطرناک است، حالا خدا اینو کده انفجار نکنه، کمرمین ما ترسید. این تیارم بسیار تا توسط بسیار بمای پیشرفته از زیر سینیش داره پرداخت میشه و دارای دو راکت های بسیار پیشرفته در دو بغل خود دارن. ایران با او سیستمش با او همه پیشرفتش امروز خوش تیاره جور کنه میتونه، یک افتخار است برای ما. حالا اینکه تونسته اینا رو اسمبل کنه، مونتاژ کنه، قطعاتشون رو دور هم بیاره و چجوری طراحیشون کنه که چجوری پرواز کنه، حالا آیا واقعا این قابلیت توشون تونسته ایجاد کنه یا نه، این موردیه که فکر کنم در جلوتر ویدیو بهش خواهیم رسید. امریکا رفتیم، امریکایی ها برای من میگفتن اگر تو موتور از کار بگیریم امکانات در اختیارتون بونه، فقط از شما یک طرح میخوایم. حداقل امکانات واقعا متفاوتر از این تیاره است که ما در میدان هوای خود ما داریم. آخرین عمر خود، آخرین نفس خود در افغانستان هستم و جور میکنم. عشق وطن هم هست. زنده باد. این فارغ از اینکه چه نتیجه ای کار این عزیز مثلا میخواد داشته باشه، اینکه این ایده رو داشته، وقت گذاشته، چندین مورد ماکت مختلف طراحی کرده، پیاده سازی کرده، حتی مثلا جای سلاح‌ها، جای اون تمام سیستم‌های دفاعی، همه چی رو تعبیه کرده، خودش جای تقدیر داره که این همه حوصله به خرج داده. حالا اگر پشتش منبع علمی و واقعا اینکه بتونه اینها به طرح‌های اصلی نزدیک بشه که بعداً به صورت کارخانه و فابریکا بتونه ساخته بشه، که چه عالی میتونه باشه. حالا من هنوز خیلی روی موضوع خودم مطمئن نیستم، اگر در ادامه گزارش چیزی به ما بگن. سلام وطن‌دارای عزیز، باز هم امید بکتاش از دریچه ساحل میدیا در خدمتتان هستیم. امروز به یکی از شهر کابل آمدیم، جایی که تجهیزات جنگی ساخته میشه. این تجهیزات جنگی را که میبینین، طیاره، هلیکوپتر، جت جنگی، تمامش ساخت افغانستان هست، توسط یک جوان افغانی ساخته شده است. ما آمدیم به این قسمت از شهر کابل، میخواییم که این تجهیزات را هم برای شما با تصویر بکشانیم و همچنان با خود جوان هم صحبت بکنیم. این هم براتان نشان بدیم، تجهیزاتشان را از خودشان بیشتر پرسیم، با کدام وسایل و با کدام امکانات اینا را ساختن و انگیزه اصلیشان از ساخت تجهیزات چی هست. بیشتر صحبت میکنیم با خودشان هم و خودشان هم آشنا میشیم. شما چند قطع تصویر از این تجهیزات زیبا و دیدنیش ببینین و دائم برنامه را فراموش نکنید. اینجنر صاحب سلام علیکم، خسته نباشید. سلامت باشین. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، خوش آمدین. بخیر باشین. سلام میکنم بر تمام هموطنان عزیزم که در هر گوشه هستن، برشان سلام، صمیمانه سلام عرض میکنم. تشکر، خوش آمدین، در خدمت هستیم. نامم وحید است، باشنده شهر کابل هستم. بیشتر دوستا به نمیال و میفهم بی صبرانه منتظر نمی هستن که
دوباره نیم دستاوردهایتان بشنون. از این می تیاری کلان شروع میکنیم با داشته استه میریم طرف تنید. دوستمونم از لحاظ حالا ظاهر و اون قیافه و چهرم یه جورایی که از این آدمایی به نظر میرسه که خیلی اهل کار و فکر و وقتشو بذاره تمرکزشو بذاره رو اون کارو به هیچی دیگه فکر نکنه و مثل به قول معروف اون دانشمندا و مخترعای حالت بیخیاری نسبت به دنیا هم تو چهرهش به نظر میرسه. خودگاه چند کوشک هستن دوستا ولی کارکرت ها و همچنان امو چی میگن توانیایشان بیشتر ازی است. ای کلان است ولی کارکرت های بیشتر رو داره منتظر از اونا باشین نبینیم یک تا کلان است ما میریم. اینجینا صاحب ازی شروع بکو با کدام امکانات خودش ساختی شیره نامش چی است چی کارها رو انجام میده؟ خوبی ساخت تیارای جدید است. ای اصل یک جیت است. یک جیت دو بالا میگه برازی های ساخت جدید هستن. قبلنا تیارای روسی در افغانستان بود یا یک بالدارن یا ساخته جدید سالای جدید هستن. نگه ما این در یک شکل جور کردیم خود هستی هست جد جنگی هست و مفکند هست راکت داره دارای راکت هستن و بسیار سیستم بالا یا جور میشن در جهان. ما شکل از این را جور کردیم به خیر امکانات باشه و ما شکلای دیگه هم هست که شکلای مختلف دارن اونا رو به خیر هدف ما موجه هست. حالا خب مرسی که شما میبینید اینجا بگوی انجنر صاحب که نمی طرحش بگویم دیزاینش بگویم اینمی را خودت از کجا کردی چگونه ای را ساختی طرح و دیزاینش از خودت از جاست که از دیگه رفتی کپی کردی؟ نه مرا هر چی که از خداوند بر ما شاید حال ما است صاحب زمین و آسمان است چیزی که بر ما و مختار داده است بالاتر از علم فکرش میکنم چرا که استعداد هستیم ما اگر بخوانم خب ما کجا بخوانم که من جور کنم در افغانستان تالت کنم تیاری جور نشده که بعد اوجه باز برم یه درس بخوانم نه استعداد خداوند بر ما که داده است استعداد خاصی است ما کپی را خوش ندارم که برم یک چیز را ببینم او را بیارم کپی کنم نه از ذهن خود جور نکنم. بالاخره درست داره میگه دوستم ولی بله خب بالاخره گرفتن ایده نیازمند یه سری اختراعات قدیمی تر است که قطعا ایده رو آدم باید بگیره دیگه وگرنه اون کسی که اولین بار هواپیما رو اختراع کرد که مثلا از روی پرندگان اومده مثلا شاید اون ایده رو برداشته و حرکت پرنده ها این هم قطعا میتونه همین باشه یعنی نمیشه بگی من 100% یه چیزیه ولی درست داره میگه میخواد بگه اومده خلاقیت رو میکس کرده با اون ایده هایی که از در واقع نقشه ها و طرحهای قدیمی هواپیمای جنگی گرفته این طرح در دنیا دیگه وجود نداره وجود داره نمیگم داره اما شکل ها از اینا باز تغییر میکنن شکلاش هم متفاوت تر است تغییرات جزئی مثلا توشون ایجاد من کوشش میکنم چیزی جور کنم متفاوت تر از او باشه مقبول تر از او باشه داره سیستمش که سیستم امروزی هست کلا باید داره سیستم امروزی باشن جور شن پرواز کنن درست اما تیارایی که حالا واقعا اینا پرواز هم میکنن ان شاء الله که بخیر در آینده ما چیزی جور میکنیم که افتخار ما باشه بله افتخار ما هستن یعنی دوستا موتورشون گذاشته شده باز خوب است اینجا نوشته کده که افغانستان یعنی ساخت افغانستان است با بسیار امکانات تو بیاین اینجنر صاحب این طرف بیا این طرف یک دوستا درست چیتا این میره بیا این طرف پولیمه بیا با بسیار امکانات کم ساخته دوستا دیرسه که تشویقت کرد حمایت دوستا فامیل اقارب ای از سایه که هستن حمایت کردن تشویق کردن از خودت یا تنازش اینا خبر ندارن دیگه والا ما براتون قبلا یک دفتر داشتم در این پرسر من یک دفتر بسیار پروفشنال بر خود جور کرده بودم اما چیزای من تو پروفشنال است در حساب ما جور کرده بودم یکان دوستا می آمد انجینر هم می آمد دوستایی بودن که در انجینر برق هم بود آمدن اما برای می گفت که تو آیا ایل راستی جور کرده می تونی؟ من تا بعض برادرهای مجاهدین ما آمدن جور می کنم زر ما باشه کسی نمی تانه که بری موایی ما تعرض بکنه و بیاین با موقع جنگ اینا ایوان چیزا را برش من نظر گرفته این خب یه هلیکوپتر هم شخصی برای رستوران ساخت میزنه هدف میزنن 15 کیلومتر هدف برای زی... چی میشه بلاک میشه و یا که اصلی از جور شوم شکل تیاره پرواز میکنه توسط دستگاهش که برای زی جور میشه هدف هدف قرار میتونم از بین میبره خودش هم از بین میبره نام خدا تمام چیزایی را که جور کردی نه هیچ ضرورت نیست که یک نفر بالای سرش باشه کنترل بکنه نیدون بالای سر است فقط توسط سیستم است کنترل میشه از هر جای خواسته باشین دقیقاً دوستان باید از انجینیرای الکتریک و الکترونیک کمک بگیره که بتونه کنترلرهایی برای اینا داشته باشه که بتونه تستشون کنه
حالا اینکه تست نشده در طول ویدیو، من می‌خواستم کلا محتوای ویدیو رو جلو برم ببینم که واقعا این اتفاق افتاده یا خیر. میتونه در نوع خودش ایده قشنگی باشه که ایشون این تلاشو کرده و به این نقطه رسیده. اگه حمایتی باشه، اگه گروهایی باشن، سرمایه‌گذارهایی باشه، ایشون بتونه تحصیلات بهتری رو بکنه با این استعدادی که از خودش نشون داده، قطعا میتونه یه چیز جالبی در واقع از آب به قول معروف در بیاد. و امیدواریم که موفقیت‌های بیشتر و بیشتری رو برای همه جوان‌ها، به خصوص جوانای کشور ما ایران و افغانستان عزیز، ببینیم و لذت ببریم و باعث خوشحالی بیشتر همه ما خواهد. خب در ادامه ببینیم چی داریم. من راستش این دوستامون خیلی دوست دارم، چند وقت پیشم ویدیوهاشو برای ما ارسال کردید که تو افغانستان یک چکر حسابی همه مناطقو زده بود. خب حالا یه صحبتایی هم کرده در مورد سورپرایز شدنش، بریم اینا رو من بشنوم توی این ویدیویی که میتونه خیلی جذاب باشه. خیلی آدم خوش انرژی و باحالی هم هست. نمیدونید اینا کیان، نمیدونید چقدر مهربونن. من الان 3-4 ساعت رسیدم افغانستان، تو خیابون هر کیو که دیدم بهم لبخند زد. رفتم جلو سلام علیک کردم، گفت از کدوم کشور اومدی؟ گفتم از ایران. انقدر ازم استقبال کردن، به زور میگفتن باید بیای بریم خونمون شام مهمون ما باشی، نمیدونم برات همه کاری میکنیم، همون در اختیارت میذاریم، اتاق خونمون در اختیارت میذاریم، نمیذاریم معذب شی. انقدر اینا مهمون نوازن که من تو حد نداره، اصلا تو زندگیم ندیدم آدم انقدر مهمون نواز. ما دیدیم، اصلا باورم نمیشه چقدر افغانستان دوست دارن، چقدر مهربونن. تو این چند ساعته انقدر انرژی مثبت گرفتم که دوست دارم این انرژی مثبت رو به شما بدم. دادی با اینکه الان داخل سفر افغانستانم، باز دلم برای سفر افغانستان تنگ شده. دلم باقل اون رفیقام میسوزه که نتونستن همراهم بیان، نمیدونن چه سفری از دست دادن. سرسری بعدی با چک و لگت میارمشون. در این حد، یعنی اشتیاق پیدا کرده که میگه مثلا تنها هم حیفه، باید واقعا بیان همراهمو دور هم دیگه ببینیم و کیف کنیم و لذت ببریم. این همه مهربانی، چون غذا خوراکی خیلی شهرهای دنیا موزه های زیبا، نمیدونم مناطق مثلا توریستی شگفت انگیز و عجیب غریب هستش، ولی خب اون حالت خاکی و مهمون نوازی، اون حس دلی که توی یک نقطه‌ای که انسان سفر میکنه پیدا میکنه، یک موضوع دیگه است که ما این رو داریم توی این سفرهای دوستان بلاگر در واقع که حالا به افغانستان به مدل‌های مختلف سفر میکنن میبینیم و همیشه اون شروع اشتیاقشون جالبه. خب داشته باشیم صحبت‌های جالبی از استاد عزیز در مورد در واقع تاریخ کهن پارسی و زبان پارسی و این مسائل صحبت میکنن، میتونه خیلی قشنگ و باعث همدلی باشه. اولین بار که من رفتم بخارا، راهنمای من از شهر دوشنبه با من اومده بود، خانم عایشه حامد. گفتم شما با من نیست؟ گفت گم میشید. گفتم میخوام گم شم. تو این کوچه های بخارا خیابونا میرفتم، پهنای صورت عشق شوق میرفت، ولی تمام صدای تاریخ رو میشنیدم. فکر میکردم که قسمت گم شده تاریخ بیهقی ممکنه تو این خونه ها پیدا باشه. غروب شده بود، جمع یه خونه یه چند تا خانم هستن، گفتن شما رو پریشان. جناب علی دهباشی از اساتید محترم نویسنده و ادیب هستن که تو خودشون هم سردبیر مجله هستن و حالا سفری داشته به ازبکستان، اون شهری که بخارا و سمرقند حتما، و اون مناظری رو دیده که فهمیده اوه چقدر میتونیم ما با هم نزدیک باشیم و متاسفانه این مرزایی که بین ما فاصله انداخته. کتاب تاریخ بیهقی هم که یکی از تاریخ‌های معتبر در واقع نگاشته شده هست در طول تاریخ، متاسفانه یه بخشش حالا مشخصا میگن گم شده یا اینکه هنوز نتونستن یافتش کنن، توی حالا اون دست نوشته‌ای بوده که خود بیهقی در واقع شاید داشته. نان میابیم، گفتن به آشیانه ما بیایید نان بخوریم، غذا خوردن. آفرین. بچه هاشون اومدن، گفتم چند تان؟ گفت سه تان، یکی خورده است آن دو دیگری کلان. آفرین. بچه ها شروع کردن شاهنامه از حفظ خوندن. آفرین. ابیات حدود 20 بیت 30 بیت، و من خجالت کشیدم زنده بود در مقابل اینها. 70 سال رژیم شوروی نتونست این فرهنگ رو از اینا بگیره، و این یعنی مقاومت یک فرهنگ، مقاومت یک زبان. زبان فارسی داشت. ما رو حفظ کرده بود، فوق‌العاده بود. 100 سال. برای همین من همیشه به دوستان میگم آقا اگر بخارا و سمرقند نریم، آرامگاه رودکی رو زیارت نکنیم، ایرانیات شما کمه. کم.
ویدیو بسیار قشنگی بود و همونجوری که همیشه صحبت میکنیم و سخن همین بزرگانه که ما شنیدیمش و ازش درس میگیریم و لذت میبریم، همینه که فرهنگ زیبایی که ماها داریم در نهایت بر هر آنچه که ضد فرهنگ ماست، میخواد به دست هر داخلی باشه، خارجی باشه، هر کسی باشه، پیروز خواهد بود و این قشنگی فرهنگه. در واقع این مفهوم جنگ طلبی و ناراحتی بیشتر و مخالفت با کسی نیست. این معنیش اینه که همونجوری که فردوسی اومد شاهنامه رو نوشت که زبان پارسی رو تو اون دوره زنده نگه داره، و خیلی شاعرها و ادبای دیگه‌ای که اومدن و زحمت کشیدن تو این راه، قطعا فرهنگ در نهایت پیروز خواهد بود و امیدوارم شما هم شاد و موفق باشید. ممنون که تا این لحظه با بنده همراه بودید. حتما ویدیوهای بیشتری رو برای ما در اینستاگرام و تیک تاک و تلگرام به آدرس پریفان بفرستید. با امید دیدار.